نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، این برنامه ویژه و مخصوص است که برایتان بارها گوشزد نموده بودیم و امروز زمانی نشر و پخش آن هم رسید و این برنامه عنوانش میراث پدر خواهی. جنرال مایور شاهرخ سیدزاده هم کسب و هم طبیعت، یعنی خصلت را از پدر به ارث یا اینکه میراث برده است. با یک جوان بوزبله با تن و توش که چند وقت پیش در اور به کار گرفت، همیشه یک جایه است. چی خیلی یک جایه، اکثرا شبها با شاهرخ است ولی روزها در اداره نیست. او دستورینی دارد اما کارمندان اور او را نمی بینند. حتی با ماشین می آید ولی نمی فراید. شاهرخ می شیند و می رود. شبها هم در کابینت کاریش را از درون قفل کرده تا نیمه های شب با وی می گذراند. باز می گفته از شاهرخ که ما خائنان ملت را یک جایه در کابینت می کوبیم و استراتژیش را فکر می کنیم و در مورد خائنان ملت داخل ناخونت مصلحت های مفید می کرده بودند. در درون کابینتش اتاق علیحده برای خواب با دیوان، دوش و حتی یک سونه خرد هم مجهز بوده است. البته بینندگان عزیز و گرامی، در ادامه این برنامه از جزئیات این هم به خوبی آگاه می‌گردید. سبب اساسی با داستان حبیب تلخ رستم نروشنیک زدنی شاهرخ سیدزاده دزدی از سیف رستم نیست. سبب در آن است که شاهرخ نسبت حبیب شک دارد که در آن لحظه در دو قوته کابینت رستم را او کشاده است. این را تنها شاهرخ و رستم خوب می فهمند. البته در ادامه نیست از این قضیه آگاه خواهد شد. براستی بیننده گرامی، از این گناه سر و صداها با ما خیلی پیشتر رسیده بود، اما باور نکرده بودیم، چون که وقتی از رابطه های جنرال فتح سعید پدری شاهرخ سیدزاده با یکی از زیر دستانش که فعلا در پبه قرار دارد با امام علی رحمانوف خبر میبرند و وجود دلیل شیعی نواری آن حالت را هم تأیید میکنند. نسخه از آن در ارخیو اصلاح موجود است. چون اصلاح هدفش انتشار فحش و تشیع فحشه نیست، خوب دیگر باید اهل زیا و علم و ملت مسلمان تاجیک دانند. و امام علی رحمانو فیل حال فرمان برکناری وی را صادر میکند و این خبر بیننده گرامی از دهن به دهن آوازه شهر می شود. شاهرخ نزد رستم می آید و داد و واویلا می کند که من من بعد چیگونه سرم را بلند می کنم، من خودم را می کشم و گریه را در نزد رستم سر می کند. اما رستم او را تسلا می دهد که این کار دیگر رشاد شد و گناهگار خودش جوابش را داد. ده تو چی؟ تو خودتا می کشی. کوتاهی گپ بیننده گرامی، فکرمان این بود که شاهرخ از گشت و گذاری پدرش سبق گرفته است و این گونه ایراد و اتهام در نسبت به وی درست نیست و تهمت و بهتانی بدخواهانی وی است. اما بیننده گرامی، ولی اما ولی چنانه که میگویند، برمی آید شاهرخ از میراث پدر فقط کسب و مندیری پگان و پاره را نه، همین خوب و عادت، خصلت و رزولی چینیش را هم به میراث برده است. آرزوی وزیر داخلی شوی هم که پدرش داشت و در حسرت آن ناکام ماند دارد.
آنهایی که در دوروبرش هستند گفتند که در این اواخر جنرال مایور شاروخ سیدزاده سردار اوری انویده طور صحبت میکند که وزیر داخلی و شخص دومی تاجیکستان اوست. ببینید یک پاره از صحبت های او را اینجا برایتون. ما زدگی اون وزیر انویده تم، رئیس کگبه تم، پراکورور جنرالی تم، دیگر و دیگر تم. روز و ساعت اینو کم موندگی های پریزیدنت تاجیکستان همین ماهی نویبر دا باید ایواز شود. ولستم ما میگیریم، اما ما وزیر داخلی هم. خوب البته بینندگان گرامی، از سفرهای رحمانوف با مسکو و اینها دلالتگر به این حالات و وضعیت و تحرک مهره ها را دلالت میکند که شاروخ از این حالت ها میدانیست و به این خاطر چنین سخن های. 16 نویبر پرزیدنت تاجیکستان رستم امومالی می شود. وزیر داخلی ما می شم. پیشوای ملت مثل پیشوای ایران آیت الله خمینی یا آیت الله خامنه‌ای در بالا می استد. ما زدگیم پراکرور لوبویشا ای پراکرور جنرالی سر کده تو هم مشونه کارگرای اورده چخه نشوین که ما همه تا فلان میکنم. ما پریاموی رستم امومالی و فقط پرزیدنت جناب عالی در پچی نتسه میکنم. نه وزیر انویده، نه وزیر کمیته دولتی امنیت ملی و نه گن پراکرور دا ما پچینیت سنه میکنم. میگفته است گه مایور شاروخ سیدزاده. چند روزی پیش شب کیف میکرد که کدام چیزیش میپرسی. یکی از جایش خسته و با صدای بلند داد زده میگوید که مایم وزیر، مایم گبزن، فلانی لقه چشم تنگ موندیان غیری شدی دومدش یکون کس دیگه گوشش نمیکنه. وقتی اوتای ما کارگر بود این رحیم رمضان نو عریضه نوشته نیاد گرفته بود. خوبش کرد یوسف رحمان، فلانش کرد. وای ما کده رفت با سر دلشود کراسافچیکا ندادن شه. ما دلشود گفتم که با سر طرف احتیاط کن. با داخل یوسف رحمان خودش دلشود با کانالوی خودش اوارد. خی ایش کاری ما. ما میدونیم چی خیلیش کرد. بله بینندگان گرامی، این سخنان است که شاروخ میانی کروگ خودش و آنانی که با اویان میگوید. یوسف رحمان پراکرور جنرالی تاجیکستان بسیار دلیل های جالب نسبت شاروخ سیدزاده و معاونانش جمع کرده است. باید اول با پرزیدنت رساند بعد عمل کند. یوسف رحمان تهی برادران میرزایف ها را نیز کافته ایستاده است. آنها را هم قریب آورده است. کارمندان اوباب ریاست مبارزه علیه گروه های متشکل جنایی وزارت کارهای داخلی سردارش جنرال مایور شادی حفیظزاده یزنه وزیر داخلی با ما گفتند که شاروخ با کار می آید ولی جای آن که سر میز و کرسی نشیند راست خلوت کرده داخل اتاق کاری می رود و خواب می کند. معاون ها و کارمندانش تا ساعت 16 می شینند منتظر می شوند که شف کای اخو می خیزه. همین که ایجوگا بلانشت باز با تلفنش مشغول می شود و نهایت می براید و می رود. یکون مسئله را حل نمی کند و اصلا کار زدگی. کار بار شب تا سهر کیف و دمگیری. عملا شاروخ یک بیزنسمن شدگی است. آدم هایش قریب در تمام سیستم هستند و کنترالیور و سوم جمع می کند. کاری خود شاروخ فقط از نام رستم سوم جمع کردن است. مثل رفیق دیگری رستم خورشید میرزایف. واقعا هم در هنگام آماده نمودن این چند تاجری دامساز با ما صحبت کردند و گفتند که حالا برای هر دام برای شاروخ باید 500 هزار دلار دهیم. و چنانه که معلومات دیگر از داخل کروگ رستم نیز به اصلاح رسید، شاروخ گاه 250 و گاه 300 هزار به رستم میداده است و باقی مانده اش را به خودش میگرفته است. یعنی این در مورد دامسازی است که باید این را خوب دانید. خورشید میرزایف کمبودی های شاروخ را به رستم میگوید و تلاش میکند که از حضوری نزدیک شاروخ کم کند. شاروخ سومهای را که به نام رستم جمع آوری میکند برای رواج بیزنس های شخصیش میزند. در ساختمان، در هر خل و رازیگرش ها مانندی بهرام میدیا که در بارش در یکی از برنامه های پیشنه نامه ها از ناهیه ها گفته شده بود خرج میکند. بله بیننده گرامی، شاروخ اوری انویده را کاملا خراب و جزیر کرده است. کادرهایی که 15 سال زیاد کار کردند در وظیفه های پست گذرانده ایستاده است. در کجای یک بچه سومدار و منصبدار و تقدار است آورده سردار یگان شعبه مانده ایستاده است. صاف کودکای از دستشون کار بر نمی آمد
آمدگی. تمام کارگران اور در تنشان پیستلت زدگی واهیما میگردند. کارمندان شاروخ اکثریت ملکه و تجربه کاری ندارند. فقط زوری، تهدید و ترزیهی میکنند. یک یگان آواز خلاپوشکه شود، یگان توشنه میابی. اور یک بازار شده است. حالا در شهر کدامی که سوم دارد، یگان شاگردی شاروخ همراهش است. دل خواه دامساز شهر که میخواهد مردم زود جای را خالی کنند، میروند شاروخ را خبر میگیرند و دالیه را میدهند. شاروخ زود یگان شاگردش را وابسته میکند، کارهای فوری و جستجویی را یک سومانده میرود و بخگیره سر میکند. کسی که با گپ اینها نخست، خانه و یا حولی را خالی نکرد، لینگش از هوا میآید. مثل عالم و خروتابخانه وی که یک کمی پایین تر بیننده گرامی در این مسئله میخواهیم برایتان چیزهای معلوماتهای ذکر نماییم. وقتای اخیر شاروخ پلهای جمع آوری کرده اش را آهسته و نظمیت نه از تاجیکستان برآورده ایستاده است. البته در این مسئله ما 4 نقطه را نیز در دست داریم، اما برای برنامه های بعدی گذاشتیم تا اینکه میخواهیم خوب با دلیل و فکت آنها را تقدیم نماییم. حالا این کار را وی به مشورت بیفش کشلیک رستم که حالا شاروخ کشلیک خودش کرده است انجام داده ایستاده است. حالا بچه های رستم، کروگ رستم، امامالی خیلی هایش پولهایشان را به خارجه پریود کرده ایستادند. برادران خورشید و محمد میرزایف ها یک سال زیادتر شد که این کار را کرده ایستادند. به نظر می رسد از این حکومت و آینده آن دلپر نیستند. اینها رستم را رنگی ریفاله استفاده کرده ایستادند. خورشید، میرزایف علاهیده و شاروخ علاهیده پولها را برآورده ایستادند. میلیون میلیون شاروخ در وقتی آوردن خوجاکماندیر از دبی نقشه ها کشید و خیلی سوم کار کرد. با ماشین لند کروزر 300 میگردد. رقم هایش 0823، رنگش سیاه. عین زمان بیننده گرامی هدف شاروخ نوریک و خورشید میرزایوند. شاروخ باید نوریک شفیار رستم را پستوید کرده از کروگ رستم دفع کند. رستم به نوریکی رانندهش سخت باور دارد، اما این به شاروخ مقبول نیست. شاروخ عالم قروتاو محکم کرد. عالم قروتاو با نوریک بسیار هم نزدیک بود و یک نون را نیمه میکردند و میخوردند. چند هفته قبل، البته گر اهمیت داده باشد چند هفته قبل، یعنی چند ماه قبل بود، چون که مطلب از خیلی پیش از آماده است و امروز ساعت نشرش رسید. عالم مدیر آشخانه مشهور قروتابخانه واقع در خیابان علیشر نوایی در محله قزاقان دوشنبه با دستور شاروخ سعید دستگیر شد. قروتابخانه عالم آشخانه پر مشتری و مشهورترین در پایتخت تاجیکستان است که مشتریان آن اساساً دانش آموزان و قشر میانه حال پایتخت است، زیرا قروتاب یک نوع غذای مجوی ولی ارزان است. محله قزاقان دوشنبه از محله های کهنه پایتخت به شمار می رود و بیشتر مسکونین آن از وادی قراتگین آمدند. بر پایه گن پلن دوشنبه حوله های این محله را تخریب و در جای آنها دام های بلند آشیانه بنیاد می کنند. قروتابخانه عالم در مساحت 1000 متری کوادراتی دامن گسترده است. عالمی خروتاو خواسته است که چنین مساحت آشخانهش برایش مساحت دهند و از بحر زیان تخریب خروتابخانهش برآمده است. اما ظهور آن نفری که در آنجا ساختمان بلند آشیانه کرده نیست و خود را آدم شاروخ معرفی میکرده است، با عالم میگوید که متر 180 کوادرات متر بسیطه. عالمی خروتاو باشه حق حلال خود را طلب میکند. ظهور عالم را در نزد شاروخ سیاه و تهمت های زیاده میکنند. علاوه بر این، ظهور دامساز به واسطه کدام شاگردش به عالم راه یاد میدهد که زنهای کارگر قروتابخانه شه به نزد رستم برای دادخواهی فرستد و آنها روند و شکایت کنند. جای کار ما را چپه دارند و در عوضش ساختمانچی جای نمیدهد. انا میخیل گوید. عالم بدون اندیشیدن عاقبت این کار زنها را برای میتینگ و یعنی تظاهرات میفرستد به نزد رستم. اما در اصل مقصد ظهور و شاروخ دیگر چیز بود. زنها را علکی در پشت چایخانه راحت که رستم و شاروخ در آنجا یک آفیسی مخفی دارند منتظر بودند. آمدن زمان همه زنها را سوار ماشین کرده مستقیم میبرند به کجا؟ به بینای اور، ریاست کافتکاب جنایی. شاروخ و بالای آنها تهدید و زوراوری کرده
زنها را میترسانند که شما زیدی سیاست پیشوای ملت برامده اید. ما شما را محکم تون بکنیم و از آنها نشان داد و بیانات میگیرند که گویا آنها را عالم برای تشکیل میتینگ غیر قانونی با آنجا روان کرده است. بر پایه نشان دادهای این زنها او گلاونیکای شاروخ راست آمده عالم را میپیچانند و میبرند. با درجه میزنند علیمه که نه راه گشته میتواند و نه سری دوپا ایستاده. این هم بیننده گرامی، در حالی که علیم شب و روز در خدمت نوری که راننده رستم امام علی قرار داشت و با او یک نان را دو تقسیم میکردند و نقطه اساسی این است که شاهرخ از مناسبت علیم با نوری که راننده رستم خوب آگاه بود و این را هم میدانست که نوریک یکی از افراد موردی باوری کروگی رستم است. بیننده گرامی، ولی آنچنان معلوم می شود شاروخ با نوریک هم میانه خوب نداشته و با وی روی خوش نمی داده است. شاروخ می گوید که من فلان کدگیم نوریکم دیگر و دیگر شم و کارگران شاروخ آمده همه ماشین های عالم را ایزیتی می کنند. عرض کرد حالا باشد عالم را جفیده و جوشیده ایستاده است، تمامی چیز و شاره اش را تصرف کرد. هنگامی آماده نمودن این مطلب به اصلاح چنین معلومات رسید. در تاریخ 9 اکتبر شاروخ عالمی قروتوبه 120,000 دلارش را گرفته است و با عالم گفته است که یک بار دیگر فکر میکنی نوریکی شفیاری رستم یاردمت میکند و اگر پاگوش نمیکنی میدونی چی کارت میکنم، تو با این خلاص نیستی، با بودون در خدمتی ما هستی. اما باز هم پس از چنده که ما تحقیق نمودیم، یوسف رحمان فعلا عالم قروتوب را در احاطه خود گرفته و میخواهد که توسط او نشان دادهای علیه شاروخ و افرادی که زمین او را گرفته اند هست و چندین بیانات های هم از عالم قروتوب یوسف رحمان گرفته است. این معلومات است که از پراکراتورا رسید به ما. بنابر معلومات های جمع آوری کرده شاروخ، خورشید میرزایف و چندین نفرها سمهای کلان گرفته گفته است که در وظیفه ها میمونم، اما فریبشون کرده است. خورشید میرزایف که حالا در مقام معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی کار میکند، همچنین از خیلی از سرمایه گذارها هم دالیه های کلان گرفته فریبشان کرده است که فلان کن یا فلان جا را برای تو گرفته میتیمه رستم. چندی از آنها بعد انتظاری زیاد به سری سمهاشان آمدند، اما خورشید میرزایف با آنها میگفته است که من این سمه را به رئیس یعنی رستم امام علی دادم، رستم کرسی است، حل میکنه. شاروخ نه تنها نوری، همچنین برادران میرزایف ها محمد و خورشید را هم شدیدن نظارت و مراقبت کرده ایستاده است. وای که تا گوزیدن رستم را کنترل میکند برای خورشید سخت پمیخ شده ایستاده است. برای مثال خورشید میرزایف رستمی امام علی رئیس دوشنبه را میگیرد و میبرد و یگان محل و یا منطقه را نشان میتید. آوردن رستم به آن محل یا منطقه به خاطر چی است میدونید؟ خوب دقت دهید این حله ها را، خاصتا تاجرانی که میخوان زمین گیرند. پروستا با بیزنسمنی دمسوز میگوید که دیدی رئیس آوردم دبرو داد کرد بود شید، میتونی ساختمانه شروع کنی و از آن آدم سمیل سوما کنکرت نمیگیره. رستم از این حله و پشت کار خورشید درک نمییابد و نمیفهمد که نیم کاسه زیر کاسه آوردن او از طرف خورشید به اینجا چی قدر نرخ دارد. اما شاروخ خیتری است و زود پای میبرد و سوال ها میدید که کجا میرین، چی دا میرین، چی گا پای. با گفتی خورشید همه را میبخشید به این عباره خوب زیبت کردگی است. خلاص شاروخ این همه الیک ملک های خورشید میرزایف را حجت دلیل کرده پرونده او را ساخته ایستاده است. همچنان میبینیم در این اواخیر بیننده گرامی که مسئله حضوری جنرال مایور شاروخ سیدزاده رفیق دوران مکتبی و دوستی نزدیک رستم امام علی در محافل سیاسی و دایره های خاص برجسته تر میشود. منابع مختلف هم معلومات های جالبی را در اختیار اصلاح نت قرار میدهند. این که مواد و نوارهای پدر جنرالی این جنرال مایور یعنی فتح سعید برای نشر و پخش آمدند تردید نداشته باشید. ما مطمئنیم که سرگذشت های جالبی این جنرالی سبزی به دست ده ها هزار خواننده و تماشابین در شماری خواننده و بیننده های ما خواهد افزود.
و بدرنگ و توقف و بدون محابا با فیلم مستند شهباز و آزاده در اصلاح تیوی که نزدیک 2 میلیون نفر تماشابین به دست آورده است سبقت خواهد کرد. ولی آنچی که حالا میگویم بیننده گرامی باز هم برمیگردد به حبیب، همان تلخ رستم امام‌علی که شاروخ سعید موفق شد که از دور بر رستم براندش. ولی بیننده عزیز و گرامی، حادثه از چی قرار است؟ چنانه که دو حکایت را در بالا برایتان گفتیم، اکنون شرح و جزئیات آن را در اینجا برایتان میگویم. شاهروخ نیموا شویی در کابینت رستم امام‌علی و صدای پرشست به قفا برگشتن و شرفه توفلی نفر دیگر را حبیب میپندارد و از همان لحظه با حبیب سخت چپ میشود. فکر میکنند که حبیب درک شده گیه و علت اصلی کینه‌ورزیش هم همین در حالت غیر طبیعی به دست افتادنش میباشد. اما واقعیت این است که حبیب روحش هم بیخبر است و ربط به آن دروا کردن ندارد. نزشته حبیب جرتوا شدگی هست، یعنی در رستم کابینتش دو در دارد، در بیرونش کم ترک شده و در درون بسته. وقتی در حالت می شود که کشده شوی در را احساس میکنند ولی کسی را نمیبینند. خوب ادامه میدیم. شاروخ هر از گاه نزد رستم امام‌علی با محل کار او شهرداری، یعنی شهرداری دوشنبه می آید. این حادثه 2 سال بعد از آمدن رستم در شهرداری اتفاق افتادگی هست. وقتی شاروخ داخل کابینت رستم می شود، دیگر کسی حتی دستی در بیرون کابینت رستم دو طبقه است را نمی رسد. یعنی وقتی شاروخ پیش رستم در آمد، دیگر هیچ کس باید پیش رستم و شاروخ ندراید. خلاصه رستم یک کارگر ازبک داشته است که اسناد و حجت های او را برای امضا آماده می کرده است. وای هم از خاصان و نزدیک های او به شمار می آمده است. اما هیچ گاه بدون اجازه و رازیگی حبیبی تلخ رستم پیش رستم هم نمی درآمده است. این بار می آید که کسی پشت در نیست. همین ازبک بچه که دکومنتور را راست میکنه می آید که هیچ کده پیش در نیست. از قضا حبیب دردی شکم شده و برای چند دقایق حاجت خانه رفته بوده است بیچاره حبیب. و این ازبک بچه می بیند که در بیرون کابینت رستم کشوده است و تله می دهد که در درون نیز یک کمی باز است. گمان میکند که همه در درونند. وای باید سندها را تحویل رستم کند. در را باز میکند و میبیند که رستم در راحت کرسی با پشت است و شاروخ در نزد پاهای وای بزانو زدگی و نوگی تسمه شیمی رستم هم بالا هست. شاروخ خوب دیگر فهمیدید، آهسته پس میگردد این ازبک بچه و از فرط هیجان و بشوره سراسیمگی در بیرون میپوشد که این صدای در رستم و شاروخ در حالت شاک قرار میدهد. شوگن میقپند تا خودشان را جمع و جور میکنند و میبرایند که در بیرون جز از حبیبی تلخ کسی دیگر نیست. ازبک بچه در این حالت هم میبینه، میبرای بیرون و میگریزه میروه. ولی وقتی که شاروخ میبراید بیرون میبیند که حبیب در بیرون شتگیه. خلاص دیگر اکنون فکر کن که کی این حالت دیده است. فکر میکنه که حبیب همین حالت دیده است. شاروخ این درواکنی را کاری دست حبیب پنداشته و از آن زمان در قصد جان وی می شود که عاقبت دیدیم با حبیب چی کار کرد. انتی پارتی تمام. این ازبک بچه یاردمچی رستم بعدی دیدن این حادثه با 1001 بهانه از کار با خواهش خودش می رود و حالا از تاجیکستان فرار کرده و در امریکا قرار دارد. طبق معلوماتی به ما رسیده، او را اسرائیل یک یاور خود رستم که گفته می شود داماد سابق سروزیر تاجیکستان عبدالملک عبدالجان فست. ما این فکت را در نوشته های آینده باز دقیق تر خواهیم کرد بیننده گرامی، برای کار آورده بوده است و گویا در وقتش محض همین آدم بوزی کرده بوده است که عبدالجانوف قصد انجام تبدلاتی دولتی دارد. و اما از شاروخ ادامه می دهیم. می گویند که حالا پدر و پسر جنرال ها فتاح و شاروخ سیدوف ها یک بیزنسی نو را راه اندازی کردند. فتاح سعید در رستوران اسکاسکای لطفلای پدر عروسی رستم که گفتیم حالا در پبگ است برای خود کابینت درست کرده است. فتاح سعید شاگردها کارگرهای شاروخ را سپارش میدهد که این را و آن را بقپید و بجیخین. آنها دمان میبرایند، بعد من سومه میگیرم و شاروخ هم میگون کارشا تنج میکند، شما هم حقتانه میگیرین. خوب دقتین، یعنی که فتاح سعید حالا هم و دله است. خلاص جنرال فتاح سعید با پسردنی که بچهش گذشته گیه.
پولدارها و بعضی از آدمها را با هر بهانه پستا و کرده پول کار کرده ایستاده است. یک وقت در کجای فتا سعید گفته است که زن امامالی را فلان کنم مرا نزشت و ایوزفا گرفت. من حال جوان بودم باید کار میکردم. در این کار فتا سعید همچنین بعضی از کارمندانی پیشین و امروزه آژانسی کروپسیا از جمله رستم علی خان و جمشید سنگوف هم شریکند. کار را طور تشکیل میکند که آن کار افتاده های بیچاره راه برای آتش شروخ میکنند. مثلا بعضی از آدم ها را میقپند آورده آنها را نهضتی و سلفی و بیست‌وچهار و هر چیزی که خواهند گفته میترسانند و پول میکنند و باز آن آدم ها را از خود منتدار میکنند و به اصطلاح برکه میزنند و بعضی اشان را به بوزی خودشان مبدل میکنند. یک بچه شاعر خلقی تاجیکستان رحمتی باقی رحیمزاده سینا نام دارد و یک شاگردای جنرال عزت شریف و ملقب بازار را سردار پیشینه اداره زندان های تاجیکستان می باشد. سینا رحیمزاده نهایت بزبله تنومند یک زمان با فتا سعید بسیار هم ساز بوده است. خوب دیگه فهمیده چه خیلی ساز می شود. در این باره در وقتش آوازه ها هم شده بود. بعدها او را شارخ نزد خود می گیرد می شود این را هم میراث از پدر معنی داد کرد. خوب فهمیده یعنی که افرادی که کمی فکر کنند می فهمند که یعنی که کی رو از نزدی پدرش با نزدی خودش گرفت. حاضر سردار شعبه اپراتیوی اور و از افراد بسیار هم قرین شورخ است و شورخ خیلی از حرف های دلش را با او می گفته است و می شود گفت که سینا یکی از محرمان رازهای شورخ به حساب می رود. و نهایت در آخری این برنامه باز از همان جوانی واسگی می گویم شاروخ این جوره نمش را در اور ریاست کافتکاوی جنایی ویکده و کار گرفته است. یک ماشین کمری مرکه آخران خریده توفش کرده است. شبها بعضن وقت در کابینت شاروخ یک جای می ایستند. در کابینت شاروخ را از درون محکم می کنند. در درون کابینت جای خواب دوش و حتی ساونا هم تشکیل کردند. تأکید میکردند که کسی تشویش ندید. عملهای اپراتیوی مخفی نسبت مخالفین از جمله نسبت محمد اقبال گذرانده ایستاده ایم و شاروخ شبها همراه همین بچه واسگی میستد. حتی روزانه ها هم نمرها را ایواز نموده با ماشین همین بچه واسگی سپاسمن در شهر میگردد شاروخ. خلاص از این جوانی واسگی دل کنده نمیتوانسته است. البته پس از این باید این را نیز بگوییم که هرچی اگنت های اصلاح در این مورد بیشتر خواستند کار کنند این جوان واسگی را خیلی شده است که دیگر یعنی نمی بینند چون که خوب دیگر بعضی اوزه ها با شاروخ رسید و شاروخ مثل یعنی فسریچی را تغییر کردگی است. همون خاطر یعنی چند است که در اور نمی بینند او را. این را نیز باید بگوییم تا اینکه بدانند که ما همه معلومات هایمان در این مورد دقیق است. اکنون بیننده گرامی در نهایت این برنامه این را نیز باید بگوییم که شاروخ سرداری ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه پیش از وزیری. حالا طبق خبر منابع موثق اصلاح شاروخ سعیدزاده به خاطر رسیدن به کرسی وزیر کارهای داخلی نخست باید ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه تعیین شود. بنای جدید ریاست وزارت کارهای داخلی را که در روبروی تکستیل در زمین استادیون این کارخانه این بنای جدید را ساخته استادند چگونه ای که محض شاروخ سعید ریاست کافتکاوی جنایتی او را جداگانه از بنای وزارت کارهای داخلی در پهلوی طرف خانه عظمت نزدیک سود اقتصادی و وزارت مدافعه این چونین نزدیک یکی از خانه های پدرش فتا سعید ساخته و خود را مستقل عنوان کرد. خوب دقت دادید بیننده گرامی، اور سابق در بنای وزارت کارهای داخله بود. وقتی با اور گذشت خودش را در بنای مستقل جای گیر کرد، یعنی اون خودش گویا مثل وزیر است. دقیقاً میخواهد ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه را هم مستقل و برای خودش سازد و پس از اتمام خودش آنجا گذرد. دقیقاً این وظیفه سابق پدرش هم بود. از سال 2007 تا ماه ایونی 2009 این وظیفه را فتا سعید به عهده داشت و آرزوی وزیری داخلی شدن را داشت که نشد که نشد. در آن سالها بینندگان گرامی فتا سعید را تبریک میکردن وقتی رئیس وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه بود، تبریکش میکردن که تمام دیگر وزیر داخلی میشد آقای فتا سعید. اما ولی نشد که نشد. گویا این وظیفه یک ترامپلین با بالاها رفتن بوده است، یا معاون وزیر یا وزیر میشه. اما در طول حاکمیت رحمانوف غیر از فتا سعید باز عزت‌الله شریپوف یعنی زارو هم
هم در این مقام کار کرد، ولی وزیر نشد که نشد. شریف نظر هم، یعنی خسر بچه غیر قانونی رحمانوف هم در این مقام کار کرد، ولی وزیر نشد که نشد. فعلا در این مقام حمیدزاده براتعلی یاشتانک میگویند کلی برات اول معاون وزیر داخلی آید به نظارت بدیعه شد و پس از کمی سرداری روی کده شهر دوشنبه شد. اما بوزمکوف برخلاف این همه از این مقام معاون وزیر شد. شاروخ هم سخت آمادگی گذشتن به این مقام را دیده ایستاده است. اما بینندگان گرامی، حالدان ها بیشتر به 3 نفر در یعنی تعیین وظیفه وزیر داخلی تمرکز دارند: بوزمکوف عبدالرحمن که خیلی نزدیک به مقام وزیر شدن است، دوم شریف نظر یکی از خسربچه های بشمار و غیر قانونی پیشوا است، سومی کلی برات حمیدزاده می باشد. خوب، این حاکمیت پیشوا است بینندگان گرامی، همه چیز شدنش ممکن است، یکی مثل تنگم کندید مثل خود او پیدا می شود. آخر رحمان خودش از رئیس کلخوزی دنگره پریزیدنت شد، دیگر همین از دیگر. شاروخ سخت دست و پوچه زده ایستاده است، کوبینیم چی می شود آخری کار، اگر مثل پدر سرنوشتش رقم نخورده باشد. ولی بینندگان گرامی، تحقیقات اصلاح در مورد جنرال شاروخ سیدزاده و خلیخ‌هایی به میراث گرفته از پدرش ادامه دارد. ما این برنامه را بینندگان گرامی شماره نمیگذاریم، ولی حتما بخش‌های دیگری آن خیلی جالبتر و وحشتناکترند. انتظار تحقیقات دیگری اصلاح باشید. پایان این قسمت، حتما کارنمایی های شاروخ سیدزاده ادامه دارد، اما برنامه پدر شاروخ فتاح سیدزاده نیز به نزدیکی منظور شما بیننده گرامی در چند سریه تقدیم خواهد گشت. بله بینندگان گرامی، این بود برنامه اکسکلوزیوی شاروخ سیدزاده که نفره که واقعا هم در آینده ایرتری حکومت رحمانوف می خواهد نام خود را ثبت یا مثبت نماید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.